LG G5 with modular design. The first phone built for fun. ما داریم از سوی همت میریم سمت آزادگان و بعدم آزادگان جنوب تا برسیم به محله فیروز بهرام و شمس‌آباد کورهای آجرپزی. کورهای آجرپزی نزدیک به 142 تا خانواده اونجا زندگی میکنن که خونه های این آدم ها تک اتاق یا دو اتاق هست. بافت جمعیتی اونجا بیشتر کارگرای فصلی هستن که از خراسان اومدن، یا افغانی ها هستن و یا کرد ها. کار کم شده، کوره ها دارن ورشکسته میکنن. ما شاهد یه سری کارگر فصلی هستیم که الان تقریبا دارن به سمتی میرن که دیگه اکثرشون بیکارن و این بیکاری به خانواده ها داره فشار میاره و خب باعث فقر شده. نکته جالبی که توی این منطقه شما میبینین، در کنار فقر آسیب اجتماعی کمی دیده میشه. یعنی اینه که فرهنگی که اونجا هست فرهنگ کار و تلاش و کار کردنه. نزدیک به 12 الی 14 تا کوره هست که اونجا دارن مردم توش زندگی میکنن. خونه های خشتی با سرویس بهداشتی و حمام های مشترک و کهنه که به دلیل اینکه صاحب کوره ها میگن که ما درآمدی نداریم، اینا تو همون شکل مونده و خب لحاظ بهداشتی و وضعیت نامناسبی رو اون منطقه داره. اینجا تهران، کوره های آجرپزی شمس‌آباد. داستان امروز داستان علی آقای اعتمادی هست، یه پسری که نقش محور رو توی کوره ها بازی میکنه و خب گروه های مددکار وقتی که اینجا میان برنامه هاشون رو با علی آقا تنظیم میکنن برای ارائه خدمات. این پسر آمار همه خانواده ها رو داره، ورودی ها و خروجی ها رو همه رو میدونه، مشکلات رو درک میکنه و حتی به مددکارا اطلاعات خوب میده که کدوم خانواده مشکلش کدومی که اولویت هست، یعنی باید اول به کدوم رسیدگی بشه بعد ما وارد مرحله بعدی بشیم. علی آقای ما یه اعتماد خوبی بهش مردم این منطقه دارن و خب ما مرد کوچولوی این منطقه صداش میکنیم. اعتمادی فر هستم، 15 ساله از کوره های آجرپزی. شما الان چی کار میکنیم اگه پدرتون کار نمیکنه؟ پدرمون الان کار تو کوره ها نیست به علت یعنی بازار خراب، آجر بار نمیشه، کار نمیکنه پدرم. شما چی کار میکنی؟ ما هم که میریم شهرداری یه حقوقی بریم. قبلش چی کار میکردی؟ قبلش با همین، من اصلا از اولش بگم، 2 سال پیش من با گروه نظری آشنا شدم. از اونجا دیگه فهمیدم که نظری باید پخش بشه به هر کی به حقدارش برسه. بعد اون 2 سال پیش دیگه با کم کم آشنا شدیم تا رسیدیم این جور جایی. نظری یعنی چی؟ غذا نظری میدادن؟ آره، الان آقای قاسمی 4 پک خوراکی آوردن، یعنی مثلا اینجوری همون ساختن، کارخونه خیاطی ساختن و اینا رو. هر روز غذا می آوردن؟ نه، یعنی ایام داره، محرم، ماه رمضان، جمعه، واقعی میاره.
کوره های 18 تا در واقع کل شمسا 18 تا کوره است. هر کوره بعضی از این میله ها دارن که از قدیم استفاده می شده، از اینا واسه آلودگی هوا استفاده می کردن که دودات سریعتر منتقل بشه که مردم هم مریض نشن. بعدا هم اول که خشت و خام بعد با خاک و آب و قاطی کنیم، بعدش اینا رو تو زیر پلاستیک میکنیم، یه روز میمونه، بعد یه روز توی قالب‌های مخصوصی داره که بعد بره تو کوره، حرارت از بالای کوره به اینا وارد میشه، بعدن هم پخته میشه و آجر تبدیل میشه که دیوار کار میکنه. شما مدرسه هم میری؟ بله. کجا؟ گلدست. همینجا؟ بله. کلاس چند میاد؟ نهم. یعنی از اول درس خوندی؟ بله. کارم کردی؟ بله. خرج خونه رو شما میدی؟ بله دیگه، در واقع پدر که سنش بالاست مادرم که نمیتونه. پس داداشای دیگه چی؟ آبجیات؟ اونا هر کی دیگه سر خونه زندگی خودش. الان اینجا شما دو تا اتاق داریم، درسته؟ بله. یه دونه این، یه دونه هم اتاق که شما و مادرتون و پدرتون اینجا زندگی. بله. خواهربرادرتون کجا؟ اونا کورهای دیگه. ولی همینجا زندگی؟ بله، تو همین محلی. خب از خودت یکم برامون بگو، گفتی پدرت کار نمیکنه، با همین حقوقی که گفتی یک ساعت چند تا آجرتون میتونی بسازی؟ یه 30,000 تاش میشه یک ساعت که 32,500 تومن حقوق. 32,500 تومن تو یک ساعت شما درد کرد؟ بله. که کی این حقوق رو بهتون میدم؟ آخر سال. آخر سال. بعد برای امرار معاش، برای اینکه غذایی بگیرین، لباسی بگیرین، این پول از کجا میاد؟ یعنی شما بعد بایستین آخر سال تا این پول رو بهتون بدن؟ دیگه واسه لباس اینا که آخر سال، ولی واسه خرج خونه مثلا نون و اینجور چیزا بعد، یعنی از پنجشنبه جمعه که میشه، میشه وسط هفته که بیکاریه پنجشنبه جمعه، یعنی 50 تومن 100 تومن میده علل حساب، بعد ما اونا رو استفاده میکنیم تا هفته بعد. اینجوری هفته هفته رو مینویسیم توی دفتر، اونم یه حساب باز میکنه، بعد هر چی مون اینا رو آخر سال بهمون میده، 1 میلیون 2 میلیون مون آخر سال بهمون میده. اون 1 میلیون 2 میلیون واسه زمستون که کار نیست، چون کار اینجا فصلیه، یعنی اگه فقط تابستون میتونی کار کنی. الان هم که دیگه بازارها اینا خراب، کارم نیست، الان کورم رو خوابیده دیگه بیرون. بعدا تابستونا زمستونا هم که بعد بری بیرون سر گذری اینا، اگه کار باشه بری، اگه نه که بیای تو خونه. باز اون یه تومن رو پس انداز میکنیم با سه زمستون که بتونیم خرج زندگی اون داریم. سخته نیست هم بخوای کار کنی هم درس بخونی؟ دیگه حتی یه جوریه دیگه، ما دیگه باز با هم یه روال. از تایم درس و کارت بگو، چه ساعتی میری مدرسه، چه ساعتی میای، چه ساعتی میری سر کار؟ از ساعت 7:30 که میریم مدرسه تا 12:30، از 12:30 تا یک نیم ساعتی بیکار، بعدش سر کار. تا ساعت چند؟ تا ساعت 5. گفتی که امید داری به زندگی و داری کار میکنی که به چی برسی؟ به هدف. هدف چیه؟ دکتر شده. میخوای دکتر بشی؟ دکتر چی؟ مغز و اعصاب. چرا مغز و اعصاب؟ چون دیگه مغز خودم خراب شده. چرا؟ مغز بقیه رو درست کنی. یعنی چی؟ دیگه همین خود دیگه. مغز چرا خراب شده؟ چه مشکلی داره؟ دیگه هم هست سختی کشیدیم، بعد واضح مراحل آسون هم پیدا کنیم. آسون یعنی چجوری؟ تو به چی میگی آسون؟ زندگی چجوری باشه اون وقت راحتی و آسونی؟ زندگیم تو تهران باشه، اینجا الان یه باد بیاد دیگه برقا رفته، باز یه ساعت تو تاریکی میشینی، ولی اینجا دیگه اینجوری نیست، همه امنیت داره، همه چیزش هست. الان از چی ناراحتی؟ چی اذیتت میکنه؟ هیچ. هیچی؟ هیچ. راضی از زندگی؟ بله. پس مغزت اذیت نمیشه؟ نه. پس چرا میگی؟ چون دیگه بعضی وقتا همیشه که نیست دیگه. اگه قرار باشه همه پولدار باشن که دیگه باز اینجور جا که کار نمیشه، که همه میرن دکتر میشن، اگه همه دکتر باشن که دیگه باز هیچ کس مریض نیست، همه خودشون میرن. پس زندگی پستی بلندی داره، یک بالاست که ما دیگه از این بعد پایین نشیم.
کارش خیلی سخته است. یعنی دو شب باید بری با زن و بچه بری تا باز پنج بعد از ظهر، فقط واسه نهار و صبح نمیاد. دو شب میری سر کار؟ بله. یعنی سر کوره‌پزی؟ بله. تا پنج بعد از ظهر؟ بله. این هم به خاطر گرمی هوا باید دو شب میریم که همین ساعت پنج و شیش بعد از ظهر خواب میشیم. دو بلند میشیم چون هوا گرمه، بیشتر کار رو به شب میندازیم که از سایه استونیا باسن. اونم ما رمزون که دیگه اگه کار باشه باید چرا اونجا نیم، اصلا شبا کار میکنیم، روزا کار نمیکنیم که هم بتونه روزه بگیره هم کار کنه. چرا روزه هم میگیریم؟ ما بعضی هفته هاره دیگه اگه خدا باشه. شما اینجا دارین کار میکنین؟ بله. سختتون نیست؟ دیگه سخته، مجبوریم علی. الان شما دارین چی کار میکنین؟ داریم خشت جمع. متأهلی؟ بله. بچه هم داری؟ بله. خونتون هم همینجا؟ بله. درآمدتون چقدر میتونین به همون بگیم؟ مثلا الان چند ساعت اینجا کار میکنین؟ چقدر در میاری؟ دیگه دقیق معلوم نیست، هر موقع هر چی جمع کنی، هر چی توانت باشه، هرچی بیشتر جمع کنی بیشتر درآمد داری. دیگه بس دیگه رو کار خودت. در روز چند ساعت کار میکنی؟ دیگه 12-13 ساعت کار میکنی. مگه همسرتون کار نمیکنه؟ چرا دیگه همسرمه کار میکنی، دیگه با هم کار میکنی. الان بچه ها کجا؟ خونه. چند سالن بچه هاتون؟ یکی 11 ساله هست، یکی 3 ساله. نمیخواییم برین یه جای دیگه یه کار دیگه یه انجام بدین؟ این کار براتون خیلی سخت نیست؟ سخت هست ولی کار دیگه ای نداری. از کجا کار بیاری؟ همین کار فعلا زندگیمون میچرخ. برین داخل شهر یه کار دیگه ای انجام بدین. نیستش. داخل شهر کار نیست. از کجا کار؟ چند سالتونه شما؟ من 25 سال. 25 سالتونه؟ الان اینجا چی بیشتر از همه اذیتتون میکنه؟ دیگه گرما. آرزویی که دلتون میخواد بهش برسین و دارین به خاطرش کار میکنین چیه؟ سلامتی بچه‌هامه و زندگیم خوب باشه. میشه نگام کنی راحت چه زندگیم، چشمه ندار ازم میپاش زندگی، هر کس به جز تو رو انکار میکنم، من عاشق تو هم اقرار میکنم. الان وقتی ما میریم تو شهر یه بچه اونجا رو نگاه میکنیم، باباش ماشین داره، همه چیزش تکمیله، درس میخونه، دوچرخه، همه چیزش داره، گوشیه، بهترین گوشیه، ولی ما نه، ما هم کار میکنیم همه چی ولی چی نداریم، همش باید خرج خونه زندگی کنیم. به نظر چرا بعضی از آدم ها خیلی پول دارن و بعضی از آدم ها مثلا اینجوری تو شرط سخت دارن کار میکنن و مثل تو تازه در سال یک میلیون تومان دستشون میاد و باقی روزو در حد اینکه نون بگیرن، گوش بگیرن و غذاشون رو بخورن بهش پول میدن. اونا هم دیگه سختی کشیدن، ما درس نخوندیم. الان اگه خود داداشام اینا درس میخوندن ما هم اینجا نبودیم. اونا سالهای زیاد سختی کشیدن. الان پسرموی خودم دکتره، انقدر سختی کشیده الان واز راحتیاش هم میبینه. من دیگه از اینا الگو میشم، میگم خدای من بعد دیگه از این کورا جدا بشم، خودم بعد از اینجا فرار کنم. دیگه وقتی میبینم خانواده‌ام اینجوریان دیگه خودم هم بعد فکر کنم ببینم من باسی اینجوری نشم. اون وقت فکر میکنم میگم آره بعد درس بخونم، بعد یه کاری بشم که خانواده‌ام همه رو نجات بدم که ایش اینجوری اذیت نشه. اقرار میکنم یاد تو هنوز، هم سخت خواب شب هم خنده های روز.
شنا که اومدم چیزی به روم نگاه.